ستاره هایی که تو آسمون میبینی، نمیدونی کدومشون میدرخشن، اما زورشون میاد یا که مردن تنها نورشون میاد. وقتی سر رو به ستاره ها کنی، نمیدونی که به چی نگاه کنی. مثل خورشید بعضیا مشهورن، بعضیاشون ناشناس و دورن. یه دست گرگ کمترین فاصله سال نوریه، راز این که برقرارن دوریه. یکی داره اون یکی میگرده که خودش مدارشو گم کرده. پشت این اما یه نظم ساده است، حتی اشتباه رو برنامه است. من اینجا داری کار میکنی؟ ببخشید آقا، الان تموم میشه. الان والا من تمیز کرده بودم دو ساعت پیش، منتهاش هرچی تمیز میکنی انگار اصلا فایده ای نداره. این آقایون وزرم که وقتی میان دنبال موبایلشون باز دوباره همه جا رو به هم میریزن. حالا هیچی هم نیست بگه حسنی بیچاره اینجا رو که تمیز کرده بود آخه. چی داره میگی برای خودت پشت سر؟ این آقای دکتر موحدی هم خودش که نمیاد، رانندهشو میفرسته دنبال موبایلش. حالا ما کلی بچت گرفتیم زدیم اونجا، اسم وزرا روش روی میز که چی که نمیدونم اشتباه نگیرن دیگه موبایل رو با هم دیگه. این که نشد والا، رو بچه‌ست خوندنم که کار خیلی سختی نیست، مادر بازه که منم بلده این کارو بکنه. اگه وزرا اینجا گوششون رو تحویل میدن؟ دستور آقای ملک آقا، گفتن که هیچکس حق نداره سر جلسه موبایلشو ببره، واسه همینم کسی نمیبره، گوشاشو میذاره اونجا، ولی خب همیشه اشتباه میشه.
من که من محصوب تالا کجایی؟ هر وقت بهت احتیاج دارم نیستی. بخشید یه رو پلیس پرهام بازداشتم کرد. میدونی به چه جرمی؟ من رو به فضولی نخند دارم جدی. خب حق داشته دیگه. بیایی من یه چیزایی فهمیدم. خب قبل از این که بازداشتم کنم رفتم فرودگاه، دیدم یکی از این تروریستا مهموندار اختصاصی هواپیمای ریاست جمهور رو کشته، خودش سوار هواپیما شده. من مطمئنم یکی از اعضای کابینه خیانتکاره، اگرم ممکنه من یه همچین گافی بدم. یکی تو خودشونه که داره خرابکاری میکنه. حالا ازت میخوام کمکم کنی. چه کمکی؟ من مطمئنم همه این اتفاقا سر این معاهد است. یکی نمیخواد این معاهده عملی شه، داره این آدم شنگر را میندازه. باید بفهمی آدم کیه. خب اگه اینقدر مطمئنی چرا اینو نمیذاری رو سایتتون؟ تو که میدونی سردبیرمون چقدر ترسویه. آره میشناسم پسر. اصلا نازوشته. حالا بی خیال کار. بفرمایید. دستت درد نکنه، صبح تا دستا هیچی نخورم. همینه، کیک نگرفتی؟ خب نه الان میرم میگیرم. نه نمیخوام. میرم میگیرم. نه نمیخواد. قرار ناهارمون یادم نره. بله من در خدمتتون هستم ناهار. آی. چی خیس زیرش؟ نمیخواد زیرش خیسه، ولی میرزا رو کتتون افتخار دادیم بالاخره بپوشینش. بله اینا امروز پوشیدم دیگه، با این سبز ست کردم گفتم. لطف کردین. بعد این همه مدت کت رو که براتون خریدم پوشیده. نکش منو دیگه. چه خیسه اینقدر. بزنین جلوتر لطفاً. هولوش ظهر وقتی که به تکتیر انداز مسیج اومده. نگاه کن. درسته وقتی به تکتیر انداز مسیج اومده هجر خاتم دو جلسه نبوده، اما به دوربین های مدار بسته دقت کن. تلفن رو میزن. هجر خاتم اصلا تلفنش همراهش نبوده. خب نتیجه قربان امادی و فرازمن جلوی میز تلفنان. میشه لطفاً تصویر رو زوم کنید؟ رو میز لطفاً. میشه بزنید جلوتر؟ واسا میشه زوم کنید روی میز؟ خوبه. یه خورده عقب‌تر. برگردون عقب. کی آزادت کردن؟ هیچی فهمیدن یارو مخش تاب برداشته، یه ساعت بعد آزادم کردن. تعمی میده. تلخه اینا. تقلبی شده اینا. بدم نیست. این حال کجا میخوای ببری من حال؟ ای بای. چیم؟ یه سرم گیج رفت. مال اینه که عزیزم بیش از حد از خودت کار میکشی. یه ذره چشاتو ببندی، آروم بشی، یه استراحت بکنی، همه چیز درست میشه. نه نه خسته نیستم، فقط احساس میکنم خیلی سرم گیج میره. نمیدونم. نه یهو سرم گیج رفت. وای. وای خیلی سرم گیج میره. فکر کنم از صبح تا روی چند خورده بودم یهو حالا اونقدر. یه ذره چشاتو ببند، استراحت کن، آروم. ای وای دست و پا میخ کرده. وای حالا تب بودم. تمام تمام شل شده اینجوری. لیلا حالا آدم خوب میشه. وای سوی دفعه کنم فشار آمده. لیلا رامین چی کار داری میکنی؟ با یه چیز هم نمیتونم جلوم ببینم. آه.
لیلا لیلا چقدر مطمئنید؟ خیلی قربان. درسته که توی اون ساعت هجیر خاتم تو جلسه هیئت دولت نبوده، اما چیزی که مهمه اینه که تو اون زمان تلفنش دست خودش نبوده. شما کشف کردید؟ بله. من خودم زنده میارمش. پیداش کنید. خود شخصی تو بده بگیرم بچه ها تصاویر دوربین ها رو برات روی تبلت ریلی کنم. 201-700 01-700 اگه تو این شرایط اتفاقی برای شما بیفته، اوضاع از اینی که از بدتر میشه. اون وقت هجیر خاتم به عنوان معاون اول اداره امور رو دست میگیره. خودتون بهتر میدونید برای مملکتی که معاون اولش به دلیل عدم مدیریت صحیح رئیس جمهور جایگزینش بشه چه اتفاقی میفته. همه اینا هم یه شعبده بازی. چوبده باز با شلوغکاری و حرکات عجیب غریب کاری میکنه که شما ترفند و کلک اصلیش رو نمیبینین. شما میدونین اگه من نبودم اون تکتیر انداز حتما به هدفش میزد. و در ضمن میدونین هدف اصلیش کی بود؟ آیدین، نوه مامانی رئیس جمهور. میدونی چه حسی داره؟ چی؟ حسه از دست دادن رفیق دوران کودکی و نوجوانیت، کسی که باش بزرگ شدی و تمام اتفاقات ریز و درشت زندگی باش تجربه کردی. نه، ولی میدونم از دست دادن پدر چه حسی داره. گمش نکنین، گمش نکنین. تشریف بیاری طبقه شیشم.
بشین رو زانو. بشین رو زانو. فرهام دستو بذار رو سرت. با تو میگم دستو بذار رو سرت. کاش دستور زنده آوردنشو نداشتیم. اینجوری تکلیفمون روشن‌تر بود. بعید میدونم حرفی بزنه که به دردمون بخوره. این باهوش‌تر از این حرفاست. به این راحتی ها دون به تله نمیده. درسته. اعتراف گرفتن از این آدم کار ساده‌ای نیست. اگه کار از اولش دست وزارت امنیت داخلی بود به اینجا نمی‌کشید. اجازه بدید من خودم با همون روش‌های قدیمی بازجوش کنم. آقایون این کارا هیچ کدوم در دستور کار ریاست جمهوری نیست. تا حالا اسم ماهی رمورا به گوشتون خورده؟ یه ماهی خیلی کوچولو تو اعماق تاریک اقیانوس، 30-40 سانته، میچسبه زیر شکم کوسه ها. کوسه ها رو تمیز میکنه، ازشون ارتزاق میکنه. وقتی هم که کوسه بیچاره میمیره میشه خوراک رمورا. قدیمی ها تو قصه هاشون از رمورا حرف زدن. تو اسطوره ها میگفتن رمورا ماهیه که مانع حرکت کشتی خدایان تو اقیانوس ها میشه. من نه کوسم نه جزوی از خدایان. تو طبیعت یه تعدادی از موجودات میشن شاهین، شیر، خودشون هر وقت بخوان شکار میکنن. یه دیگه هم میشن کفتار و کرکس، لاش خور، آماده خور. خیلی باید یه موجوداتی حقیر باشن
تو تاریکی قایم بشن، به روشنایی انگ بندازن. اشکال ما آدم ها اینه که برای کفتارا و لاشخورا حق حیات قائل نیستیم. یادمون رفته کفتارا و لاشخورا برای چی تو طبیعت زندگی میکنن؟ اونا تو طبیعت زندگی میکنن تا طبیعت فاسد نشه. تو پدرم رو کشتی آقای ملک. بدون هیچ مزاحمتی خودتو بالا کشیدی، انقدر که شدی رئیس جمهور. کی فکرشو میکرد؟ خودت؟ اینا؟ فکر میکنی اگه پدر من زنده بود، آدمایی مثل تو که زیر دستش بودن میتونستن به این موقعیت برسن؟ نشنیدم. الان پدر من باید رئیس جمهور می بود، نه تو. البته اگه زنده بود. خیلی متاسفم که الان مجبورم اینو بهت بگم. پدرت زنده. زنده است. پدرت زنده است رامی. زنده است. زنده است. حتی اگه زنده است دیگه مهم نیست، چون احتمالاً بردین یه جا پرتش کردین تا دست هیچ کس بهش نرسه، که مانع پیشرفتتون نشه. من این سعید بودی، این بچه. پدرت یه خائن بود، یه خائن. وقتی دستش رو شد فرار کرد، تو سپرد به من، فرار کرد. این همه سال تلاش کردم تو ذهن تو ازش یه قهرمان بسازم، نه یه خائن. ولی همین ماجرای بومرنگ شد دوباره برگشت سمت خودتون. تو مریضی رو مریضی؟ آقای ملک، اگه من الان روبروی شما نشستم، خواست خودم اینجام، اینجا بودن من بخشی از برنامه است. از خدا میخوام هیچ وقت دیگه چشمم به چشمت نیفته. خیلی قدرت میخواد آدم بتونه جلو خودشو بگیره وقتی به تو میرسه، بلایی سرت نیاره. کی پشت این ماجرا بود؟ فقط خودم. به حاله کی بود پشت این ماجرا؟ واقعا دلت میخواد بدونی؟ طاقت شنیدنشو داری؟ آخرش باید حرف بزنی. ما ترجیحمون اینه که از خشونت استفاده نکنیم، ولی بعضی موقع آدم مجبور میشه.
ما میدونیم با کی همکاری میکردی. بهت پیشنهاد میکنم حرف آخر اول بزنی. چیزایی که لازم بود و به رئیس جمهورتون گفتم. پس به منم بگو. تو رو اونقدر نمیشناسم که بخوام تحویلت بگیرم. دوست داری فکر کنی قدرت دستته، زورت به من میرسه، ولی ته روز کاریت وقتی میرسی خونه تنها، خودت باید در رو باز کنی، خودت باید چراغ خاموش رو روشن کنی، خودت باید غذای یخ زدت رو گرم کنی، بشینی تنهایی غذات رو بخوری. ته همین روز کوفتیت یادت میفته که قدرت دست آدم هایی مثل منه. شماها فقط یه مش مهره این تو دست بقیه. من یه پیشنهاد دیگه بهت میکنم. فقط حرفی رو بزن که ازت خواستم. راستش من همین رفیقمونو خیلی نمیشناسم، ولی اگه جای تو بودم تحویلش میگرفتم، جوابشو میدادم. همه چیز رو بهتون میگم چون خیلی اینجا نمیمونم. انتقام از دکتر ملک که احساس پدرانش حالمو به هم بزد حس جذابی بود. اونا پیشنهاد خوبی دادن، فرصت خوبی بود واسه عملی کردن تمام نقشه هام و انتقام از دکتر ملک. وقتی هم که فهمیدم جان شاگرد معروف کارلوس رو فرستادن ایران، دلم قرص تر شد. ایرونیا هیچ وقت سر وقت نیستن. من که به موقع اومدم. 2 دقیقه و 40 ثانیه تأخیر داشتی. باشه. آن تایم باش. باشه. برای چی اینجام؟ از این به بعد هر وقت کارت داشته باشیم رابطمون پیدات میکنه. اگه من کارتون داشتم چی؟ پیدات میکنه. رابط خیلی سریع منو پیدا کرد. کسی که همه مهره ها رو به هم مرتبط میکرد. شخص مرموزی که اسمشو الان بهتون نمیگم. اسمت فعلا مایکنبر. قرار بود اول منتظر نتیجه انتخابات بشیم. این خطم نه. وقتی دکتر ملک رئیس جمهور شد رابط با من تماس گرفت. امنه. میریم برای پلان بی. زود نیست؟ دستور از بالاست. الان وقتشه هر کاری که بهت میگیم انجام بدی. خیلی خب، من چه باید بکنم؟ جان باهات تماس میگیره، همکاریهای لازم رو باهاش بکن. جان مخفف جانت آناهیتا نوردبرگ، اون اولین کسی بود که با هماهنگی رابطه اصلی به ایران اومد تا نقشه ها رو عملی کنه. رابطه من و جان ازم خواست تا به دستورات جان عمل کنم و باهاش هماهنگ باشم. نقشه کسایی رو که من نمیدونستم واقعا پشتش کیان. اولین قدم با آلوده کردن آب استخر دایره 7 شروع شد که نمونه‌ای بود از تهدیدات جان برای جلب توجه دکتر ملک. جان با تزریق تتروکلوراید بنز و پارادیوکسین آب استخر رو به قدر کافی سمی کرد تا پوست شناگرای اونجا قلفتی ور بیاد. ماجرای آلوده کردن آب استخر همزمان بود با جلسه هیئت دولت پیرامون معاهده 8. من قرار بود که تلفن هجیر خاتم رو با غفلت عمادی بلند کنم تا بتونم پاپوش اصلی رو سر فرصت برای هجیر خاتم بدوزم. عمادی اصولا آدم حواس پرتی بود و میشد ازش استفاده کرد. با خروج هجیر خاتم از اتاق فرصت مناسبی بود تا پیام اصلی رو از تلفن ایشون به تکتیر انداز بفرستم. اینجوری همه سرنخ‌ها به جناب هجیر خاتم برمیگشت، کسی که از اول دکتر ملک نسبت بهش احساس خوبی نداشت و به راحتی میتونست بهش شک کنه. اونجا بود
آره اونجا بود که وسط جلسه هیئت دولت از موبایل حجیر خاتم به تکتیرانداز پیام دادم. تکتیرانداز از وجود ژان در محل اقامت رئیس جمهور خبر نداشت. ولی به دستور ژان میدونست که نباید زندگی بیفته. این ژان بود که در واقع عمدن شلیک رو به دست محافظ خطا زد تا توجه ها به سمت تکتیرانداز جلب بشه و همه رو گمراه کنه. درست؟ مثل یک شعبده باز. از مدت ها قبل به دستور رابط اصلی من باید تومه مناسبی رو برای مقاصدمون پیدا می کردم. این فرصت در جلسه ملاقات با جناب حجیر خاتم دست داد. با دیدن لیلا مظاهر خیلی سریع فهمیدم که سوژه مناسبی برای اهداف ماست. لیلا دختر سرتق و تنهایی بود که نیاز به محبت و توجه داشت. ماشین شماست؟ بله. ماشین شماست؟ نه دزدیدمش، مشکلیه؟ نه رنگش قشنگه. بهتون نمیاد اینجوری بخواین مخ بزنین؟ قصدشم ندارم، کثیفه، یه ذره بهش برسید. اطلاعات لازم رو بهش تزریق میکردم تا اونطور که ما میخواییم عمل کنه. رامین نمیدونی با سرنخ هایی که بهم داری چه عکسایی گرفتم. بدون اینکه خودش بفهمه. تو که نمیذاری واسه ایمیل کنم عکسا رو. حالا هر وقت دیدمت بهت نشونشون میدم. باش قربونت برم، مواظب خواهد باش. خودت. وقتی هم که کارمون باش تموم شد طبق برنامه خیلی راحت کشتمش. سخت‌ترین قسمت کار قانع کردن جناب رئیس جمهور برای سوار کردن خانواده‌اش و آقای حجیر خاتم به هواپیمای ریاست جمهوری بود. باید طوری عمل می‌کردم که تصمیم از سمت خود رئیس جمهور گرفته بشه تا کسی به من شک نکنه. اونجا قرار بود ژان با جا زدن خودش به عنوان مهماندار هواپیما منتظرشون بشه تا مرحله بعدی نقشه رو عملی کنه. هواپیما به مقصد امنی به پرواز در اومد تا نتیجه مصاحبه رئیس جمهور با مایک انور از GNN مشخص بشه. آقای عصبانی، من ثابت کردم نه بلوف میزنم نه تهدید میکنم، فقط اختار میدم. مطمئن باشین یکی از همکارای زبده ما همسفر خانواده عزیز شماست. ژان برای این کار مهماندار اختصاصی رو سر به نیست کرد. پس اون مهمانداری که سوار هواپیما شده کی بوده؟ نکته هم اینجاست. ژان تمام مراحل رو زیر نظر داشت. وقتی که دکتر ملک زیر بار درخواست ژان نرفت، ژان نقشه دوم خودش رو اجرا کرد. نقشه سختی که فقط جان از پسش برمی اومد. روز خوش عالی جناب.
تنها جعب سیاه هواپیما بود که میتونست مشخص کنه چه اتفاقی افتاده. رابطت کی بود؟ کی تو رو به جان وز کرد؟ تصمیم داری جواب سوال اصلی رو ندی؟ من مشکلی با گفتنش ندارم، فقط برای گفتنش سه تا شرط دارم. تو در موقعیتی نیستی که برای من شرط بذاری. اینقدام شرایطم بد نیست. از مبارک و صدام که بدتر نیستم، هستم. من هویت رابطمو بهتون میگم در ازای اجرا و قبول اون سه شرط. جدا؟ آب که از سر گذشت بقیهشو خودتون میدونی. حالا شرایطت چی هست؟ کاغذ و خودکار میخوام. لطفاً. شرط اول، در تمام مدت اقامت در سلول انفرادی دریافت روزانه روزنامه اتفاق. شرط دوم، هر روز یک ساعت هواخوری در محیط باز در هر شرایط آب و هوایی. شرط سوم، مشاهده خبر ساعت 14 از تلویزیون هنگام صرف نهار. انجام این سه شرط برای معرفی رابطه‌ام الزامیه. این قبول شرط های توه به صورت کتبی. با مهر و امضای شخص رئیس جمهور. مرتنها بذاریم. قبول شرط های مسخرت خودم کتبی آوردم که بتونم جواب سوالام خودم شفاهی ازت بگیرم.
بله. الان هم نه. منزل شرقی هم. میریم برای پلن بی، فرار فرازمند. We'll be right back.